سلام و برعکس استشانی به سرکارشی هستم. خوش اومدین به پارت 21 مستر آداموس که تعداد ویدیومون یه مقدار بالاه، ولی سعی میکنیم تو همین ویدیو تمومش کنیم که نمونه و قدیمی نشه. برای ارسال فایلاتون تو تمام بخشا مستر آداموس نوپارتی میمسته باگ ها و ایده ها، یک لینک داخل توضیح دیسکریپشن ویدیو گذاشتم، ارزم به حضورتون به اون لینک ارسال کنید. لینک دونیت هم که توی توضیح دیسکریپشن ویدیو هست، حالا کسی دوستش دونیت کنه و حمایت کنه ممنونش بشیم. خب بچه ها بریم سراغش. بذار من اینه اینجا کمش کنم. بریم سراغ اولین ویدیو. من تا تو اتاق خوابم بخواد پشما عجب پیشبینی کرد، کیف کردم انصافا. بچه چقدرم دقیق زد، خیلی دقیق زد. امیدوارم که هماهنگ شده نباشه، که فکر نمی کنم. نه، چون لیول ها 15 نیست. خب ویدیو برای مستر آداموس پیشبینی اسکارمی یا اسکلتارمی، جفتش یکیه، با ابیلیتی لیتل پرست که باعث وین کردن مچ شد. ویدیو ادیت خورده. پشمو عجب ابیلیتی فعال کرد و چه ادیت قشنگی، دستش درد نکنه. آقا سید گل دیگه بقیهش دیدنی نداره، مرسی ازش. خب بریم برای بعدی. سلام، خسته نباشید. ویدیو برای مستر آداموس پیشبینی ایکس با تسلا. به 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 به. بچه بالایی احساس میکنم پینگش زیاد مناسب نبوده و خیلی به موقع هم کاشت، خیلی دقیق با هم کاشتن، یه مقدار پایینیه دازه زودتر کاشت احساس میکنم. پیشبینی بشکه ان ای بنازمت، کیف کردم بچه. نوش جونش، بچه نوش جونش، چه دمیجی هم زد، انصافا دمیج خیلی خوبی زد با همین پیشبینی و نازش هستش. اینم یه پیشبینی دیگه، اون فایر رو به خاطر کسیلک بازی زدم تا فشار بخوره. چشم، حل پیشبینی چیز بوده، تومسون بوده، پیشبینی خفن ویزارد و سرویس کردنش با ماینر. جانم بابا خدا بیری، من هیچ داخل منزل سکنا بازی دارم. کی و منم؟ تو کی؟ دیکی. خب بذار ویدیو بگیرم بابا. بچه عجب پیشبینی کرد انصافا، یعنی خفن بود. یه بار دیگه ببینیم. پیشبینی خفنی کرد بچه انصافا، خیلی خفن بود و میتونیم بگیم که احتمال داره این دستم وین کرده باشه، نمیدونم. سید با این پیشبینی خودم کیف کردم. ببینیم چی بوده. خیلی خفم بچه. حالا یه نکته راجبه اینکه پیشبینی نشید روبروی بندیت، حالا دفعه اول مثلا یه کاشی اونورتر بریزید، یک کاشی اونورتر بریزید، مثلا اینجا بریزی میاد، تا اینجا بریزی میاد، یعنی اون اسکلت تکیه اینجا باشه. باشه بابا. یا مثلا این طرف بریزید، کمتر کسی اینور رو پیشبینی میکنه. بچه ها این نکته رو مد نظر داشته باشید. خب بریم برای بعدی. عجب بر اچو عجب عروی زد انصافا، خیلی خفه بود جدی. خب بریم برای بعدی. برو در بابا ببند. در رو نمیخوام خودم ببندم. خب زنی بزن عمه من بیاد ببنده بابا. می
میزنه. عجب بچه کیف کردم ناموسن. گفتم کنی کیف کردم گفت کنم. سلام آقا سید معزز، پیشبینی برای بخش مستراداموس. عجب حرکتی کرد به ناوم. من احساس میکنم بچه ها برای اینا زده، برای این والبریکر ها زده، ولی خب خوب در اومده دیگه انصافا بچه ها. وگرنه اگر مد نظرشون اسکلتون آرمیان بوده خیلی حرکتشون خفن بوده. اروی پیشبینی در رو ببند، در رو ببند، دارم ویدیو میگیرم. بلاشو بابا در رو ببند، میای تو اتاق. ارو رو پیش بینی کرد بچه ها، ولی پرنسس زهر خودش ریخت و الا پیش بینیش کرد. حالا شاید به خاطر پینگ قد دیر افتاد. خب بریم برای بعدی. خیلی خفم بود حرکتش. آخ نداره دیگه سید بگا رفتی، آخ ماخ نداره. خب هم دارت گوبلین هم خورده ریزا رو فلان کردم. چشم آقا سید گل. دادا شما اینه که نمیشه اسش بذاری پیش بینی. چرا؟ چون اون گوبلین گنگا رو دیدی. خب اینو اسش نمیشه بذاری پیش بینی، ولی خب حرکت خوبی بوده. پیشبینی تسلای اوو. حالا سید من یه سوال دارم. ازت من یه سوال دارم. حالا آقا سید اینو پیشبینی کردی، دمت گرم، چون تسلا میره تو زمین. خب احساسم میکنم هماهنگ شده باشه، شاید. حالا کاری با این نداریم، ولی چرا؟ خب تو همین راکت رو میزدی رو تاور، یه دمیجی به تاور میدادی. من که احساس کنم این هماهنگ شده بود آقا سید، هدف تاور نبود. میدونستم، فکر میکردم میخواد گوشه بندازه. ببینیم حالا، زیاد مهم نیست، مهم اینه که اون هوگه بیشتر از فایر دمیج داد. مهم نیست که اون فایرت به تاور خورده باشه نه. وقتی مصطفی ایکس بو پلیر میشه داداش، اینجا که فکر کردم چیز نوب پارتیه. خب خفه بود. خمیازه چیه؟ ما خوب خوابمونم نمیاد، این خمیازه ها میاد. عجب عروی زد بچه ها پشمام بزنیم. اره کلاو بابا صدا نده، بلند میشم میرم تو خیابون ویدیو میگیرم. اه بچه ها آیس اسپیریت و انداخت واسه اسکلت، حرکتش هم خیلی خفن بود انصافا. آره بابا صدا نباید بدیدنم ویدیو میگیرم. من یه بیبی کردم. باشه برو برو پیش مامان، برو پیش مامان. نه نفهمیدیم داره چی کار میکنه. آه ارلاگ زد، وضعیت ویدیو گرفتن ما. سلام پیشبینی فایر کرکر که خیلی هم خفن بود بچه، چقدر هم دقیق انداخت، خیلی دقیق انداخت. خواهشن نبرید بالا پایین تصویر رو، نبرید بچه ها. آقا چقدر بگیم تصویر رو کامل بذارید. مستراداموس اگه این حرکت رو نمی کردی که سید خیلی ناراحتمو می کردی، چون یکی از کارتای اوود بگا می رفت اگر پیشبینی نمی کردی، ولی خب خفم بود. بریم سراغ بعدی. یه نازم بچه ها چه حرکتی کرد، با اینکه وید پلیر بود و من زیاد
قبول ندارم این پلیر رو، ولی حرکتش خیلی خفن بود، یعنی بدون اینکه هانتر دمیج بده نابودش کرد و انصافا نازش شستش. بچه ها بریم برای بعدی. پشمون بچه، دو تا پیشبینی خفن. خب دست رو وین کردی یاره. خب دست رو وین کردی بچه. حرکت اولش فوق‌العاده بود. یه بار دیگه ببینی، ببین هم آیس اسپیریت رو پیش بینی کرد، هم اسکلتون آرمیشو. خیلی خف اصلا ندیدیم، به خدا خیلی خفن بود. مستر آداموس عجب بچه، تو خواهیم پشتشو پر کرده بی وجدان نامرد. خب بریم برای بعدی. بچه فهمیدید چی کار کرد؟ اون چه احمقی بود. اولا اینکه اینو بلاک کرد لایتنینگش، حالا لایتنینگ رو شانسی بلاک کرد، اونم احمق بوده، بعد این ورتر میزد. ولی این رم رایدره رو ببینید، پشما خدایش. مستر آداموس عجب زب و درجا زد، اصلا خودش هم شانسی زد، نمیگم شانسی یعنی پیشبینی کرد، اینجوری نبود که ببینه. پیشبینی وال بریکر بوده، خودش هم اینجا نوشته. من یه لحظه حواسم رفته جای دیگه، ببخشید. سید دل و جیگرت با این پیشبینی خنک میشه. ببینیم بنازم بچه ها، بنازم واقعا داشت. یه زپ پیشبینی زدم که ناموس سوپرسن اومد جلو چشاش، ماجیک آرچر پشماش ریخت. ای بنازمت بچه ها، اسکارمی بود. آره یه دونه اسکله در نرفت. عجب خیلی خسن، راست میگه پشماش ریخ ناموسن. پیشبینی تسلا حواسانه و تسلای ایوو هست، وگرنه نمیزدن فایر بالا. ببینیم تسلای ایوو بچه ها از نظر هیت پوینتی دیگه با تسلای معمولی فرقی نداره که، همونه. نرف خورد قبلا یه خوره بالاتر، ولی نرف خورد. پیشبینی لیتل ویزارد فایر رو یه کاشی سمت چپتر زدم که لیتل سمت آیس گولم و سمت آیس گولم بمیره. پشمام مگه به این درجه رسیدی و انقدر فکر کردی داداش؟ اگر داداش انقدر فکر کردی و این فایر رو زدی، شیر مادر حلاله. جدی میگم این داره رکورد میکنه. آره پیشبینی فایر کرکر خفن بود. این فایر کرکر هرکی بزنه واقعا نازش هستش. آخ یه دونه در رفت سید. ارو نباید در بره سیدا، اون زپه که باید در بره. یا ریج هم نه، چرا ریج هم میشه چون ریج مهدش کمه.
اینو میخواستم بفرستی برام استراداموس. عجب، دمش کرد. دیگه سر پول نندازی ها سنده ی سیاه. وای 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 پشو نایمده رفت. ما چقدر بگیم این در رو ببندن؟ به خدا نشدیم، به خدا. خب بریم برای بعدی پیشبینی. ای بنا کاش اینو تاوه کینگ. البته چرا نمیشه؟ یکیش میمونه، یکیشو خود این تاور میزنه، یکیش هم این تاور میزنه تا بخواد بیان اینا بزنن. بعدی رو کینگت فعال میشه. کاش کینگتو فعال میکردی داداش. جلوی اسپلش ها، جلوی گوبلین چیز لاگ بیت اگر کینگ فعال کنید کار یارو خیلی سخته، خیلی کارش سخته. پشمو بچه پشمو. ببینید یه پیشبینی درست چجوری دست رو براش در آورد. اصلا ندیدیم بچه ها، ندیدیم. یه زمانی اینه که یادشون میاد لیتل پرنس که اومده بود تا پای تاور میرفت، از سر پل تا پای تاور میرفت. خیلی سوپر بود اون موقع، دقیقا مثل گابلینشتاین الان، اینقدر از این بیشتر سوپر بود. تازه یکی از خفنترین هیروهایی که اومد تو بازی همون لیتل پرنس بود. حالا این میتونه جاشو بگیره، این گابلینشتاین. ده تو اکسیر چیز دیگه، تو اکسیر دیگه رفته توی اکسیر دو برابر. قاعدتا چند باری حرکتی کردی و تشخیص دادی، ولی خب حرکتت خیلی خوب بود. خب بریم بعدی. نمیدونم پیشبینی حساب میشه یا نه. ببینیم آقا سید. نه وایسه یه بار دیگه اینو ببینیم. اگه منظور بندیتیه که انداخته ای، آره داداش پیشبینی حساب میشه. آره داداش این پیشبینیه، پیشبینیه پرنسس هم میشه. فقط در ادامه ببینیم آیا کار خاصی کردی که ما آره پیشبینیه داداش. اینم خفم بود. ببینم حریف قبلی تام همین بود. خب عرض ادب و خسته نباشید خدمت آقا سید عزیز. فدات شم. یه پیشبینی خوب که دست و ویم میکنه. استراداموس باونه هستش. اصلش به خاطر این بود که علاوه بر کامنت های یوتیوب و چنل تلگرام، از اینجا هم ازت تشکر کنم و آرزوی سلامتی برای خودت و خانواده محترمت. از اینکه اوضاع احوالت رو روال بیفته، از اینکه و اینکه اوضاع. آقا مرسی، دستتون درد نکنه. همین که شما وقت میذارید به هر حال، مثلا ما سوای بحث این که تیک ویدیوتون دیده بشه، همین که وقت میذارید میفرستید خودش کلی بر من ارزشمنده. این داره رکورد میکنه دیگه. آره چرا یارو گوبلین نریخت داداش؟ ریدی اخوی. بعدش هم داداش کی کدوم قرم ساقی اومده جلوی اینفرنو تاور پرنسس میندازه، چیز فایر کرکر میندازه.
مگه بالونه داداش، این نیرو راحت اینو میتونست با همین میتونست بگیرتش، با همین آیس اسپیریت. آره نفهمن. ولی خب حریفم دیگه سیدم پیش بینی کرده بود دیگه. ببینیم آقا بچه ها چیز رو پیشبینی کردم، فایر کرکر رو پیشبینی کرده، کارشم خیلی خفن بود. بریم برای بعدی. این حجم از سوپر بودن از کجا میارید شما؟ خب این با صداست. قاعدتا یارو باید دست رو وین کرده باشه. بهروز مادر خراب. چه میخوام؟ چی میخوام از اینا؟ هنوز خستگی اسپرم برنده شدن تو تنامه. بچه ها چرا یارو اینجوری کرد؟ اصلا چرا گوبلین گنگه نزد؟ چی میگم گوبلین گنگ؟ گوبلین برره چرا نسد؟ بهروز مادر خراب. چه میخوام؟ پشمام آدی چه دفاعی کرد؟ هنوز خستگیه. پشمام آدی پشمام ریخته انصافن. خب بریم برای بعدی. چیه مثلا تو خیلی خفنی؟ وای 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 خوش به حالی که به آرزوت رسیدی. وای کی رو نهره بچه؟ خوش به حالی که به آرزوت رسیدی. خب بریم برای بعدیه. این بچه رو میترسم کپی رایت داشته باشه، اینجا باید رد کنم. و با عرض تأسف به مناسبت از دست از دادن این عیب، و با عرض تعفف به مناسبت یه تیکش ترسیده بچه ها. این چیه؟ بکن با ویدیوهای خودمون رو میم کردم، پشمام ریخته با صدا. چرا اینجوری که یارو چرا یارو رید به خودش؟ وای بیرم بعدی.
آنکه کون داد مرد میدان شد. خار بلا نسبت چوسکش. آنکه کون داد مرد میدان شد. وای 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 دهانه تو گهیدم. اینا چقدر شد بچه ها؟ هنوز جا داره. خب بریم ببینیم بعدی چیه. پشمام حاجی هماهنگ شده اگه نباشه ناز شستت که نه نیست. لیولا 14 و 15. پشمام عجب حرکتی کرد، خیلی خفن بود حرکتش. پیشبینی برای بخش مستراداموس. بچه زلزله رو زودتر زده برای بخش مستراداموس. اومدم اسکلت ویچ رو بزنم الکی الکی به پیشبینی شد. ببینیم ببین باید خیلی سفید باشی این اتفاق بیفته. ببین باید خیلی سفید باشی اینجوری بشه. ببین خیلی سفیدی، خیلی سفیدی. ببین خیلی سفیدی. وای وای خیلی سفیدی. یه پیشبینی بازی در آورد، کلا ناامید بودم سید. ببینیم اینا که دارم میزن تو سرکله هم. پشمام هاجی اصلا ندیدیم. واو مامو نگاهیده بابا، سیکشتیر کن خونه. دستم که گفته وین شده. پیشبینی اسکلتونامی با ریج. آه ببین خیلی خفن بود بچه ها، چون ریج احتمال در رفتنش هست بچه ها. یه اسکلت اگه بیرون بمونه شات اسپارکیت بگاه رفته بعد دوباره دفاعش کنی. یعنی میگم بعد دفاعش کنی، شات اسپارکی رفته راحت دفاع میشه، منظورم این بود. مستر آداموس لایت زد. چی بود؟ رو چی زد؟ رو زپیس زد فکر کنم. بذارید دوباره ببینیم. اصلا نیازم نبود بزنه، اون به تاور میچسبید. اصلا نیاز نبود بزنه ولی خیلی حرکتش خفن بود. خب گرفتن هوگ با مینی پکا. ببینیم باید زودتر بندازی. این الان دمیج نمیده، این دمیج نمیده، ولی اگر مثلا هوگو بندازه شما بخوای کارت انتخاب کنی بندازی، یه شاتو میخوری ازش. مستراداموس پیشبینی اسکلتون آرمی با الکترو ویز ندیدیم اصلا هیچ کدومو. این فکر کنم بعد از بافش هم اینجوری شده، چون اون محدوده فرود اومدنش دمیجش بیشتر شده. قبلا باید الکترو ویز رو جوری تنظیم میکردی اگه میخواستی سه تا گوبلین برلو بگیری، ولی بعد از این بافی که خورد دیگه شما هر جا بندازی ستاش دمیج میشه. این قبلا اینجوری نبود. بچه هایی که لاگ بیت پلیرن کامل حرف منو متوجه میشن، یا بچه هایی که بیریج پلیرن. پیشبینی پرنسس با هم انداختن ولی کاش ماینرتو نمینداختی. این بچه ها موقعی که طرف اینفرنو تاور داره سعی کنین ماینرتونو یا برای تاور بندازید، یعنی بالون تارگت میشه ماینر دمیج بده، یا با ماینرتونو برای اینفرنو تاور بندازید. وقتی دوتا کارت داری، ببین وقتی ارو داری، حالا میگی ارو رو برای بدسش نگه داشتم، خب برابره لتو بنداز. میدونی چی بهت میگم؟ بذار یه شاتو بخوری، زیاد مهم نیست. پیشبینی فایر کرکر انصافا اگر برای فایر کرکر زده باشه خیلی خفن بوده. من احساس میکنم برای تسلا بود. پیشبینی بعدی عجب حرکتی کرد بچه ها.
عشان همین براش دست و وین کرد، همینو براشون دست و وین کرد. البته پیشبینای دو به دو رو نیستم کلا. بریم بر بعدی. خفن بود، دو پیشبینی خفن برای مستر داموس. فکر کنم تاورم، نه تاور نگرفته. خب بریم برای بعدی. به نازم ببین چقدر تمیز زد زپشو، خیلی خفن و تمیز زد. جدی میگم، میدونستم اسکلتون رو میندازه، به طوری انداختم که اسپارکی هم بگیره. ببینیم، ندیدیم اصلا بچه ها. ندیدیم، خیلی خفن بود. مینیون رو ریختم، بعدش گفتم ای دل غافل الانه که فایر کرکه رو بندازه، و ارو رو پیشبینی زدم. بی صدا ببین، بی صدا سازد. دمش کرد، خیلی خفن بود. کلن کیف میکنم فایر کرکه رو میزنید. ارای پیشبینی که کلن تو خونه های بی صدا ببین. بنازمت. و دستم دیگه ادامه نداشت. برای مستر داموس. عجب حرکتی زد بچه ها. عجب حرکتی زد، جدی میگم خیلی خفن بود. به موقع زدم بچه ها، ببین به موقع زد، یعنی سیمسون یه دیرتر میزد اصلا ابیلیتی فعال نمیشد چون مرده بود. آها حریف پیش بینی کرده یا تو پیش بینی کردی حریف؟ من نفهمیدم، نمیدونم. توضیح بده اگه ویدیو مو دیدی. استراداموس مولایی، چشم آقا سید گل. به نازم بچه چه حرکتی کرد. من میخواستم بگم فقط همین، بعد دیدم نه، اصلا چیز عجیب و غریب بوده، ما در جریانش نبودیم. پیشبینی ای کیف کردم، بالون سایکل بگیره فایر کرکر، یعنی خدا، یعنی عزیز، یعنی دوست داشتنی، یعنی معزز، اینجوری بگیم قشنگتره. پیشبینی زدم پنیر به عشق استاد اعظم، چشم آسید گل. ولی آسید با فایر کرکر فکر کنم راکت زدی، که اگه زده باشی اون احمق بوده که اینجوری پشت کونو هم ریخته. شما من احساس میکنم آسید برای جلاد زدی ها، ولی خب نوش جونت. ای بنازمت، بنازمت، بنازمت. ای بنازمت بچه، چه کردی، چه کردی به قول یارو گفتنی. اول پیشبینی ماسک با ماینر، بعدش هم پیشبینی اسکلت ایوو با زب. حریف بازی رو ول کرد.
بچه با هم انداختن، با هم انداختن، نمیتونی بگیم دیده و زپش هم کامل ازش گرفت. داداش اگه ولم نمیکرد باید ول میکرد دیگه، دیگه تاور ریدی روی هیکل یارو داداش. پیشبینی زپ میبینی چه مشخصه کجا میندازن. برای همین میگم اول ویدیو گفتم سمت مخالف بریزید، کمتر کسی اونجا رو پیشبینی میکنه. پیشبینی فایر کرکر. اون وقت داداش چرا عروتو نزدی؟ تو دستت نبود؟ نه تو دستش نبود. بچه ها گستو مینداختی یا بندیتو مینداختی داداش؟ پیشبینی چی؟ پیشبینی بومتاور با وید. باید بگی پیشبینی وید با بومتاور. آه بومتاور با وید. نمیدونم نفهمیدم چی شد. یک پست فان هم با تایتل مصطفی سیگما گفتم، بد نیست ببینیم چی شد، ما نفهمیدیم. آه اینو خودشون بچه ها درست کردن. بچه ها این یه چیزیه که خود بچه ها درست کردن، هنی هماهنگ شده بوده درست کردن. خب دمش گرم. پیشبینی ماجیک آرچر و الکترو دراگ. یه نکته بگم برای بچه هایی که حالا چیز دارن، الکترو ویز دارن روبرو ترکیب من بالون سایکل یا ترکیب هایی که ماینر داره. بچه ها تا یارو ماینرش رو ننداخته الکترو ویزتون رو نندازید، یا جاهای مختلف بندازید. یه بار بنداز پیش تاورت، یه بار بنداز سمت راست، یه بار بنداز جلو، یه بار بنداز عقب پای تاور. چون اگر ماجیکار چیز الکترو ویزتو پیش بینی کنه بازی رو باختی، بازی رو باختی. ولی اگر نتونه پیش بینی کنه نهایت دوتا شات بالون بزنه. میدونی چی میگم؟ خیلی به نظرم بچه ها اسوارکی احساس میکنم. ببین من کاری ندارم زد زیاد دارم، احساس میکنم خیلی شاتش سنگینه، خیلی شاتش سنگینه. یکی این، یکی جاینت اسکلت. اینا رو یعنی میس بدی یا یارو چیز کنه اصلا کلا بازی رو ول کنی، خیلی شاتش سنگینه. اینم که پیشبینی فایر کرکه با تسلا بود. که من احساس میکنم شما برای چیز انداختی آقا سید، احساس میکنم برای اسکلتون کینگ انداختی. ببینیم چقدر دیگه مونده. خب زیاد نمونده بچه. کجا بودیم؟ اینو دیدین دیگه. آره خب این برای بعدی پیشبینی. عجب حرکتی کرد بچه. من خیلی جا این کار رو نمی کنم، میگم نمیفته دیگه، چی کار کنم؟ بیام بندازم الکی کارتم بگا میره. یعنی پینگ بد و نت بد اینجا بگاد میده. ویدیو برای پیشبینی، پیشبینی تسلا با لایت. آقا سید الان میدونم میگه نه ببین تو زدی واسه نایت و مگا. خب مشتی کدوم عقله آدم عقلی این کار میکنه؟ خدایی زدم واسه تسلا. یه پیشبینی از حرف خودتم شد. آها یعنی میگه قاطی این استرادامونسا یه پیشبینه حرف من شد. بذاری من این حرف رو میزنم. نداده شما که شما زدی برای تاور. شما زدی برای تاور ولی خب نه نازش هست، قبول میکنیم حرف تاقا سید. پیشبینی پرنسس با اسکلت. بذار ببینم یه بار دیگه خب داداش چرا همون اول ارو تو نزدی؟ تو همین پیشبینی رو با ارو میکردی، ارو میخورد.
تو 4 تا اکسیر خرج کردی که یه کارت 3 اکسیری رو بگیری، درسته؟ خب تو الکسیر ترید از حریف عقب میفتی دیگه. پیشبینی دارت گوبلین با تیر. ناموسن برای دارت گوبلین زدی؟ ناموسن اگه ویدیو رو دیدی. یه پیش سلام پیشبینی خفاشا با ریج حیف شد، اون یه دونش در رفت. ببینیم حالا اون یه دونه رو سه چشپوچی کن، زیاد قرار نیست تا دمیجی بده، ولی پنجتاش کامل پکارو میگاد. پکارم پیشبینی تورنیدو کرد، یه راکت زده. خب راکت زده، به نظرم کارت اشتباست. ببین چون شما نیازی نداری تاور بگیری که ازش دفاع کن، یه وقت میبینی آقا تو راکت زدی پشتش، مثلا این که دفاع میشد اول آخر چون خیلی زدشی. خب ولی بچه ها موقعی که جلویید از حریف و دیگه تایمی تا آخر بازی نمونده، سعی کنید چیز نکنید، زیادی اکسیر خرج نکنید، یعنی بیشتر تو دفاع بازی کنید. پیشبینی کارهایی که خودم نمی کنم و دارم میگم شما بکنید، خیلی جالبه. با اسنوبول اگر همه اسکیلتون رو بیان زده باشی پشمام انصافا، چون اسنوبول زدن هم بچه های اسپلیه که دیر میرسه، مثل زبریست در آن واحد بخوره، یه مسافتی باید بره، همین که محدودش خیلی کوچیکه. دمش گرم. پیشبینی مورتار با راکت قشنگ بود، قشنگ بود و دستم وین کرد بچه ها با همون پیشبینی. پیشبینی با هم انداختن ها رفقا، این که دیر میفته تو ریپلای یه مقداری دیر نشون میده، ولی با هم انداختن. و آخرین پیشبینی ای بنازمت بچه، فریز هم یکی از اون اسپلاست که محدودش کوچیکه، برای اینجور کارا خیلی اسکیل میخواد، برای این سبکارا کلن خیلی اسکیل میخواد، یه دونه اسکله در نرفت. دمش گرم. 42 دقیقه شد بچه ها، ولی خب پارت 21 هم تموم شد. امیدوارم لذت برده باشید، منتظر پیشبینیاتون هستیم. خیلی مخلصم، فراتون بچه هم گریم.